سلام، حالتون چطوره؟ اسم من هوتنه. امروز میخوام در مورد قسمت آخره سریال آنها صحبت کنم، سریال 10 قسمتی که شما 10 تا فیلم کوتاه میتونید ببینید و به نظرم در حد 10 تا فیلم کوتاه واقعا اگه بخوام نظر بدم خیلی فاجعه نیست. در کل یه سریال ضعیفیه، ولی همچنان من اعتقاد دارم سریال ضعیف قابل احترامه. یعنی اتفاقایی تو این سریال افتاد از اولش تا همین قسمت 10ش که ارزشمندن. مثلا شما وقتی فیلم برداری رو نگاه میکنی، بعضا خیلی پر از سوتی‌های کارگردانی هست، پر از سوتی‌های فیلمنامه هست، ولی شما مثلا به نورپردازی همین قسمت که تو عمدتاً تو تاریکی جنگل داره گرفته میشه صحنه ها، شما فقط نورپردازی رو نگاه کنید. ساختن یک سری صحنه های هالیوودی برای ما تو سینما ایران خیلی آشنا نیست و همینطور پرداختن به داستان های ایرانی، داستان ترسناک ایرانی، یعنی ایرانیزه کردن چند تا داستانه که حتی خیلی اتفاق نیفتاد، خیلی کم بود، بیشتر تو قسمت 3 هورلا هورلا خیلی به چشم میاد. در کل حالا یه ریویوی هم میکنم در قسمتی که دیدیم، ولی خب به خصوص در مورد قسمت 10 صحبت میکنم که متاسفانه قسمت ضعیفیه. علارغم این که صحنه تو جنگله، همه چیز آماده است، داستان جن، داستان گنج. این قسمت یه ایده خیلی کلیشه‌ای داره که اصلا ایرادی نداره، انتظارش رو داریم که اصلا ترسم چه اتفاقی میفته، اوکیه، یعنی من مشکل نمیبینم، ولی تعجبم اینه که چطور نمیترسونه. خیلی بدتر از قسمت‌های قبل بود. وقتی فضات آماده است، شما خیلی از یوتیوبرها رو دیده باشید میرن جنگل فیلم میگیرن، نمیدونم مثلا احضار رو میکنن، حالا برای فان هموناش کلی ترسناکه، ولی چطور شما تو جنگل داری فیلم برداری میکنی، یه داستان ساده و خیلی تکراری هم داری، اوکیه، چطور نمیتونی بترسونه؟ اتفاق بعد اینه که سریال به نظرم بد شروع شد و بدم تموم شد. یعنی بدتر اینه که شما بد تموم کنی و باعث میشه آدم احساسی خوبی نداشته باشه وقتی بخواد قسمت 2 هم مثلا وجود داشته باشه، که من بعید میدونم چون اصلا استقبال خاصی نشد. حالا در مورد این انتخاب این قسمت ها، من خیلی جای سواله برای من، مثلا چرا این قسمت رو گذاشتن انتهاش، یا مثلا چرا سریال به اون قسمت 1 شروع شد، چرا مثلا قسمت 2 که خیلی قشنگتر بود اونو نذاشت اول به عنوان پایلوت سریال. حالا بریم در مورد قسمت 10 بیشتر صحبت میکنم. خب اینجا داستان دو تا دوسته که میرن جنگل برای پیدا کردن گنج، حالا به هر دلیلی که خودشون میگن، دلایلی که تو اون قهوه خونه دارن با هم صحبت میکنن اینقدر گنگه، یعنی ورودشون به صحنه به این مکان خیلی گنگه. یعنی مثلا یه قسمتش هست داره در مورد تفنگ صحبت میکنه که تفنگ تو در نیاری، و میگه نه، اصلا نحوه بیان مسئله، طرح سوالش خیلی بده، یعنی من مثلا متوجه نمیشم هدفشون چیه، این خیلی بد داره وارد داستان میشه، یعنی توجه به یه سری جزئیاتی میشه تو دیالوگا که هیچ ربطی به داستان نداره و عملا ذهن من رو داره پراکنده میکنه، به خود خط اصلی داستانه اشاره نمیکنه. دو تا جوون بلند شدن رفتن یه روستایی که گنج پیدا کنن، دستکشو دارن، تجهیزات دارن، نقشه دارن که اون مرد عزتو پیدا کنن که خودش 0-100 کار انجام میده، هم شناسایی میکنه هم میکنه. یعنی خیلی ساده تر میشد همینو گفت، چرا اینقدر چیزای حاشیه‌ای هست؟ اولین چیزی که یه بازخورد مثبتی داشت در مورد این قسمت این بحث مه‌آلود بودن منطقه است، یعنی اون فضایی که خب قاعدتاً میخوایم آماده بشیم برای یه تاریکی که میخواد خیلی ترسناک باشه دیگه، وقتی هوا روشنه اون مه هشداری میده از آینده که قراره که اتفاقات ترسناکی بیفته. مثلا رفتن تو اون جاده آفرود تو تاریکی با اون پسر بچه، همه اینا یه المانای ترسی که ما رو آماده کنه. وقتی اونجا این دوتا دوست دارن آماده میشن، وسایلشون رو دارن جمع میکنن که با این عزت برن جایی که این پسر حمید که خیلی ظاهراً مخالف بوده، خیلی اوکی نیست با شرایط، یعنی باور نداره به دوستش سیامک، عملا قیافش رفتارش میخوره که خیلی مثبت‌تر باشه و سیامکه میخوره خیلی یاقی‌تره، خیلی مصممه، ولی اینکه در انتها این برعکس میشه اونم به این حد، باورپذیرش کم برای من سخته و باعث سورپرایز نمیشه، برعکس باعث تعجب من میشه. خب یه آدمی که ما خیلی ازش انتظار نداریم که اینقدر دست به خشونت بزنه، چطور میشه یه دفعه دست به تفنگ میشه و ترمیناتور میشه؟ چطور میشه؟ چرا یه ترمیناتورش کردن؟ کسی که اصلا از بیس مشکل داشته، هی میگه آه ولش کن ولش کن، بعد تفنگ میگیره همه رو میکشه.
جایی که این حمید وسایلش گم میشه اولین صحنه ترسناک فیلمه. چه ترسیه که هیچ جامپ اسکری حتی به ما نمیتونه ایجاد کنه، یعنی ما رو حداقل یه لحظه اینجوری بپرونه. وقتی وسیلش از اینجا میره اونجا، متاسفانه این از همون ادامه اون المانیه که توی کل این سریال دیدیم و وسیله جابجا میشه، یعنی فرمول تکراری که تو هر قسمتش هست. در مورد عزت و بچهش بگم، بچهش که خیلی خوبه، در حد خودش حرف نمیزنه. یه صحنه ترسناک داره اون بچه وقتی تشنج میکنه، مهمترین صحنه ترسناک فیلمه. وقتی که لحن صداش عوض میشه و اونجوری داره صحبت میکنه، کاملا من کپ کردم. به غیر از این صحنه دیگه هیچ صحنه‌ای نیست دیگه که ما رو بتونه تو این لول بترسونه. خود عزت به عنوان یه آدم محلی، به عنوان کسی که مسلط روی مسائل و تجربه زیادی داره و عملا خودش میتونه یه عامل ترس باشه، یعنی من همش داشتم فکر میکردم خود همین عزت آماده است که اینا رو کله پا کنه. خب یه قیافه هم برای ساختن که قاعدتا یکم ترس رو بندازه تو جون ما دیگه، ولی هیچ استفاده ای نمیکنه از این مسئله و خیلی راحت عزت هم میکشه. کسی که داره تمام این داستانا رو برای شما تعریف میکنه که آره اینجا جن زده است، اینجا شگون نداره بخوای طلا خارج کنی، شما رو میان میکشن، اینه این داستانی که خود این مرد داره میگه و این ترس رو این آدم داره به جون شما میندازه، ولی شما خیلی به راحتی میکشیش. در مورد شخصیت اون مرد کوتوله که تو قهوه خونه بوده، حالا اومده داره اون کارا رو میکنه، یه صحنه جالبی فقط من میتونم بگم که یکم آدمو تکون میده، وقتی که داره یه چیزای پرتاب میکنه سمتشون، نمیدونم چیه، پرتاب اون اشیا برای من جالب بود. اینکه این آدم‌ها رو بکشونه از اون مکانی که دیگه تکراری شده و ما خسته شدیم داریم یه صحنه کندن می‌بینیم، ببرشون تو این جنگل ولی با 4 تا ساوند افکت خیلی ساده و تکون خوردن‌های یه عروسک، انقدر نمی‌تونه برای من ترسید و داستان ایجاد کنه تو این جنگل. و در نهایت هم بحث تغییر این دو تا شخصیت، یعنی آدمی که خیلی آروم بود یه دفعه خشن میشه و برعکس، به خاطر این بوده که سیامک یکی از دوستاشو میبینه که خودش تو این کار بوده، 18 میلیارد پول برده خارج، بهش ساخته، ولی اینجا در جهنم و در اون منطقه گیر که تلسم شده این آدم. برای من نکتهش اینه که هیچی از رضا بهروز نمیدونیم، فقط دو تا دیالوگه و نشون دادن اون صحنه رضا بهروزی که آتیش گرفته جلوش، واقعا نمیفهمم دلیلش چی اصلا نشون دادنش، این که ما بگیم وای این آدم پس نتونسته این پولا رو خارج کنه و شاید هم اون جنازه همون رضا بهروزه که اونجاست، نه اون بهشتی که میگه، ولی اینا باعث نمیشه که همه توی داستان خیلی ترسناکی باشه. یعنی مثلا من چه همزاد پنداری با رضا بهروز کنم؟ هر این مردم رضا بهروز خیلی بده قسمت اولش، یعنی من یه بار دیگه نگاه کردم دیدم آره اینجا اشاره کرده اوایلش، یعنی اگه یه بخشی از انتهای داستان داره تمرکز میکنه روی این داستان رضا بهروز، خب تو اولش بهش نپرداخته که بگه واقعا برای چین اومدن اینجا، فقط یه تیکه رد میشه، یه دیالوگ خیلی کوتاه میگه، به نظرم باید خیلی بیشتر میپرداخت. و فرار اینا از اون جنگل، صحنه ای که اهالی اونجا رو نشون میده که همه کشته شدن توسط حالا خودشون یا قبلی ها، همه اونجا واستادن، صحنه ای که باز به نظرم خیلی میشد ترسناکتر باشه و پایان بندی که من اصلا قبول ندارم پایان بندیشو، پایان بندی که تازه میتونه شروع داستان باشه، دقیقا از همونجا داستان شروع میشه، شما یه گندی زدی تو جنگل و حالا میخوای فرار کنی، ولی اونجا رو تموم میکنه. چقدر ترسناکه، چقدر میتونه تعلیق ایجاد کنه وقتی شما بدوی در جنگل در تاریکی و این آدم ها، این آدم هایی که در گذشته در این مکان کشته شدن و میخوان شما رو بگیرن، نذارن این پول رو خارج کنی، بیافتن دنبالت، چه تعلیق از این بالاتر؟ ولی هیچی. اون پسر بچه ها نشون میده که تو ماشین میاد در حالی که اونو بیرون گذاشته بود و از پشت چه اتفاقی میفته من نمیدونم. در نهایت باید بگم در کل این 10 قسمت همچنان به نظرم قسمت 2 و 7 بهترین قسمتاش بودن، حتی یکم قسمت 3 که یک داستان ترسناک ایرانی رو ما میبینیم که باز خب خیلی قوی نیست ولی همونچه که گفتم با ارزشه. من به شخص خیلی دوست دارم بازم از این فیلمو کار ترسناک ببینم، یعنی کار ترسناک ساخته نمیشه یا اگه ساخته میشه خیلی خیلی ایرانیزه بده، یعنی میایم تصویر هالیوودی رو با سلام صلوات میکنیم. تو قسمت قبل من توضیح دادم
که جواب نمیده، مگر اینکه این داستان ایرانی رو خودمون بیایم صفر تا صدش رو تعریف کنیم. به نظرم جذاب‌ترین اتفاقی که تو این سریال افتاد این نحوه روایت بعضی از داستان‌های ترسناک توی محیط‌های داخلیه، مثلا تو خونه است، نشون دادن صحنه‌هایی که خب ما محدودیت داریم و خط قرمز ماست. یه نوعی دیگه بهش نگاه کنیم، میتونیم دور بزنیم خط قرمز رو، مثلا یکیش بحث حجابه، تو ذوق نمیزنه مثلا همه تو خونه محجبه باشن بعد مثلا جن بیاد، یعنی یه کاری کرده بیاد استفاده کنه از اینکه پوشش حجاب رو بخواد طوری نشون بده که خیلی تو این داستان ترسناک بخوره، چون بودجه بزرگ این فیلم نداشته که بعد همه رو تو خونه میگرفتن. چیزی که مشخصه اینه که ما خب تجربه ساخت این کارا رو نداریم و شاید اینا یک شروعی باشه. من خودم خیلی دوست دارم قسمت دوی داشته باشه، بیان یکم حرفه‌ای‌تر با تیم بهتر، نویسنده‌های بهتر، حتی استفاده از بازیگرای مشهورتر، همه اینا میتونه کمک کنه. سریالی که میخوان بیان همه توی ژانر تاریخی ان، یه عاشقانه تاریخی که حالا مثلا شهرزاد ساخت پشت‌بندش دارن همینجور میسازن. خیلی راغب نیستم مثلا سریالی که در حال حاضر اعلام کردن که بخواد اکران بشه، خیلی راغب نیستم، برای اینکه این ژانر دیگه تکرار شده تو سینما ایران. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید، حتما نظرتون رو برام بنویسید. تا فیلم ترسناک دیگه، خدا نگهدار، مرسی.